سلام، چطورین؟ خوبین؟ ویتام واس فشیسکیخ سردچنیه نا مویم کانال کوتسپرسکی. دینکویه بارجو زا فشیسکیه وسپارچیه ای کومنتاژه یکی دوستاوم دو تی پوره. ناپراودی استم وام بارجو فجینچنی. A dzisiaj chciałbym, czyli rozmawiałem z kilkoma ze swoimi znajomymi, już ich znasz, bo wcześniej rozmawiałem z nimi i zapytałem o Polsce, co oni wiedzą i myślą o Polsce. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze ten film, to zapraszam i polecam. A w tym tygodniu zapytałem ich o ich opinia o swoim ojczystym, co polecą. I jak to uważają, że jest najciekawsze i najbardziej atrakcyjne, albo nie, najbardziej denerwujące w Iranie, szczególnie dla obcokrajowców. Zapraszam do oglądania tego filmu i mam nadzieję, że to wam się spodoba. اگر بخوای ایران رو برای یه خارجی یا برای یه غیر ایرانی توصیفش کنی توی چند جمله چجوری توصیفش میکنی براش؟ من میگم ایران فقط مختص ایرانی ساخته شده و فقط ایرانیه که میتونه تو ایران زندگی کنه، ایران رو بفهمه، ایران رو درک کنه. از نظر منم بهترین جاست. بهترین جای تو دنیا ایران؟ نه، آره مثلا من اگه بخوام برای زندگی یه جا انتخاب بکنم خارج از ایران است، قطعا داخل ایرانه. کشور به نظر من چیزی که برای خارجی ها جالب به نظر میرسه این چهار فصل بودن ایرانه که همه فصلهای توش داره و چیزی که برای یه سری جاهای دیدنی داره که میدونم ممکنه برایشون جالب باشه و در وهله بعد غذاهای ایرانیه. آره غذاهاشونه که میدونم. اگر برای یه خارجی بخوام بگم بیاد ایران به عنوان یه توریست، خب ایران جاییه که بنای تاریخی خیلی خوبی داره، طبیعت بکر زیاد داره، خیلی جاها داره، مردم مهمون نوازی داره. خیلی وقتا آدمایی که سر راهتون قرار میگیرن آدمایی هن که خونگرمن، دوستتون دارن، باهاتون خوب برخورد میکنن. تو چی میگی؟ توی جمله یا کلمه؟ نه جمله. خب کشوریه که حاشیه دورش خیلی زیاده و کلن نکته برای دیدن و شنیدن زیاد داره و به خاطر اینکه جای تاریخیه مطمئنن جذابیت زیادی برای کسی که تا الان توش نیومده داره. در حال ایران کشوری که با تمدن قدیم 2015 سالش خیلی الان فاصله داره. فقط میتونه مثلا افتخار میکنم فقط به 2015 سال، ولی توی واقعیت الان خیلی 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 تفاوت داره. فکر میکنی برای خارجی که میان ایران چه چیزی خیلی برایشون جذابه، خیلی قشنگه، چه چیزی خیلی برایشون آزاردهنده است و اعصاب خرد کنه؟ آزاردهنده بودن فکر کنم یکی از چیزایی که آزاردهنده میتونه باشه رانندگی هاست. آره. یکی از چیزایی که میتونه آزاردهنده باشه تعارف ما ایرانی هاست. بعد چیزایی که براشون جذابیت داره از نظر شخصیتی مردم ایران با تمام سختیایی که داشته باشن آدمای مهمون نوازی هستن. حتی اگر چیزی توی خونشون نباشه میتونن که پذیرای اون مهمون باشن. اولین چیزی که جذابه برخورد ایرانی هاست. خیلی تعجب آوره برخوردشون، کلن با غریبه هم خوبه و اینکه بخواد واسهشون اذیت کننده باشه همین سیستم مثل حجاب و مثل یه سری چارچوبایی که شاید برای خود ما ایرانی ها هم الان یه مقدار سخت شده باشه. احتمالاً اولین چیزی که خیلی خارجی ها راجع به ما دوست دارن سبک فرهنگ و کالچر ماست که
براشون میتونه خیلی مثلا جذاب و گرم باشه. چون اصولا ما آدمایی هستیم که مهمونامونو دوست داریم. آها. ولی چیزی که اذیتشون میکنه ممکنه خب سبک قوانین کشور ما باشه که خب مطمئنم برای خیلی قابل هضم نیست. جذابیتش بکنم این اماکن تاریخی ایرانه فکر کنم البته، ولی سختش همین حجابشونه، اون محدودیتاشونه، اون سانسوره فکر کنم واسه شون حالا توی ایران هر جایی رو نمیتونن با اون آزادی که توی کشور خودشون دارن برن بیان، فکر کنم اون واسه شون نصف خود کن باشه. من توی برخوردی که داشتم فکر کنم غذا رو خیلی دوست دارم. غذاها براشون جالبه. آره بیشتر اعصاب خرد کن. نمیدونم شاید فکر میکنم یه خورده اون شاید برای بقیه اون زیادی صمیمی شدن اون زیاد دوست نداشته. به نظر تو علی خارجی هایی که میان ایران چه جاهایی یا چه چیزایی رو حتما باید ببینن از دست ندنش؟ خب مطمئنن بیس و پایه فرهنگ تاریخی ایران رو اگر کسی بخواد ببینه چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام باید شیراز رو ببینه. شیراز؟ آره شیراز جاییه که به نظر من کسی اگر نبینه انگار ایران نیومده. اولین جایی که به نظر من میتونه توی شیراز باشه کاخ تخت جمشید، اونجا برایشون خیلی جذابه حتما. آره. به نظر من قطعا پایتخت رو باید ببینن، تهران، اصفهان و شیراز و شهرها رو و مکان تاریخی مثل تخت جمشید تو اولویت باید باشه. خارجی که میاد ایران تهران رو حتما باید ببینه. خب اصفهان، شیراز، دزپول رو به نظر من حتما باید. دزپول؟ آره دزپول رو به نظر من حتما باید ببینه. قزوین خیلی بنای تاریخی داره. توی تهران میتونم مثلا سری از کاخهای قدیمی پادشاهایی که توی تهران هست رو ببینن. ببین ساده ترین راه اینه که آدم بره اصفهان، شیراز، دزپول. خب ولی اگر تایم بیشتر داشته باشی مثلا من جزیره هرمز رو پیشنهاد میکنم، چابهار رو پیشنهاد میکنم، جاهاییه که خیلی هم طبیعت بکری داره هم آدمای صمیمی داره هم آب و هوای جالبی داره، خیلی به نظر من جای قشنگیه. خیلی هم عالی. من خیلی اتفاقا خودم دوست دارم که جای شاید تاریخی خیلی نباشه، جایی که میبرم توی فضای عادی و روزمره ببرمشون، ولی یه جایی که زندگی توش جریان داره مثل بازار. بازار جاییه که آره همیشه هنوزم هست و از قدیم بوده هنوزم توش زندگیه، یا خیلی از مثلا مسجدها هست که مثل گذره، یعنی مثل یه جایی مثل وسط خیابونه، مردم از توش رد میشن. آره اینجور جاها رو دوست دارم نشون. اماکن خب اگه بیشترش گفت هم تخت جمشید یا طبیعت های شما طبیعت در چیز عجیب برید، یه ایران جز مردید کشوریه که چهار فصله، یعنی که از توی کبیر، از توی غرب، از توی شمالش، از توی جنوبش این، ولی به بقیه چیزا مناسبت هاییه که شاید مثلا واسه یه فرد توریست خصوصا جذابیت داشته باشه. حالا مناسبت های مذهبیش، مناسبت های اعیاد باستانی، مثلا همین چهارشنبه سوری، حالا اینا فکر کنم واسه شون جالب باشه. و غذا هم آب گوش نمیدم میخورن مثلا اینجا مثل ما یا قرمه سبزی. آره عالی. غذاها رو باید حتما امتحان بکنم، مثلا من قرمه سبزی مثلا خورش کرفس، مثلا غذای شمالی رو خیلی پیشنهاد میکنم یا قلیه ماهی جنوبی رو خیلی پیشنهاد میکنم، بستگی به اینکه کجای ایران رو برم بگردم. شمال هم حتما باید برم. شمال شمال هم باید برم، دریا رو ببینم.
غذای اونجا رو بخورم. سه تا شخصیت ایرانی، حالا هنری، سیاسی، ورزشی، هر چی، که فکر میکنی خارجی ها باید به نظر تو این سه نفر رو بشناسن، مهمترین شخصیت های ایرانی از نظر تو فکر میکنی کیا باشن؟ تاریخی بخوایم بگیم که خب مشخصه تقریبا هم 90% دنیا میشناسن، کوروش رو همه میشناسن، خب کم تر کسی فکر میکنم نشناستش. به نظر من کوروشه. به نظرم بعد به گذشته، از گذشته بگم، گذشته که مثل کوروش کبیر بوده، کسی که خیلی جهانیه مولاناست دیگه. مولانا اولش یکی از شاعرای بزرگ که خودم هم دوستش دارم و میدونم بگم خیامه که فکر کنم اونم یکی از بزرگترین شاعرها باشه. فردوسیه که اصلا زمان این رو احیا کرد. یکیش نیمایوشیجه. آها. پدر شعر نوین فارسیه، درسته؟ بازم یه کسی که آیکونیکه ولی بازم میخوام بگم کیارستمیه. کیارستمی؟ آره. عباسی کیارستمی. عباسی کیارستمی. خب. یه کسی دیگه هم که الان دوست دارم بگم بازم معاصره که الان داشتیم صحبتش میکنیم، محسن نامجو. محسن نامجو. محمد رضا شجریان. خب. به عنوان یه هنرمند. ناصر حجازی. خب. و نفر سومی که فکر میکنم باید بشناسن، دکتر مصدق. دکتر مصدق. علمی و پزشکی رو بگم که خب چیزو باید بگم، ابو علی سینا رو باید بگم. آره. معاصر میتونه باشه هر کی. من به نظر من شاید رضا شاه. رضا شاه. و اینکه سوال آخر، فکر میکنی که به نظرت ایرانی ها آدم های مهمون نوازی هن؟ آره. فکر میکنی ایرانی ها آدم های مهمون نوازی هن؟ مطمئن هم قدیما که ایرانی ها کلا به این مهمون نواز بودن معروف بودن، ولی جدیدن فکر میکنم با شرایط اقتصادی که برامون ایجاد شده خیلی میشه بازم گفت، ولی نه مثل قبل. قدیمی ها یا پدر بزرگ و مادر بزرگ ما که میگفتن اکثرا همیشه هر مهمون یا هر کی که میومد مهمون میشد مهمونشون بشه، ولی الان فکر میکنم خیلی کمتره. آها. ولی بازم هست. این اصلا یه خوی انسانیه. حالا تو ایران هم ممکنه آدمایی باشن که مهمون نواز نباشن، درست، ولی اگر اکثریت رو بخوایم نگاه بکنیم مهمون نواز هستن. تو چی به نظر ایرانی مهمون نوازن واقعا؟ آره، من قبلش هم تو سوالت گفتم ما مهمونامون رو بیشتر از خودمون دوست داریم. چیزیه که ما ایرانی هم داریم، مخصوصا قزوینی ها. یه چیز واقعیتی در مورد ایران اینه که آره اکثریتش واقعا مهمون نوازن در کل آره، نسبت به کشورهای دیگه یه نفر اگر بره مثلا توی ایتالیا یا توی ایران میبینه توی ایران خیلی سریع‌تر میتونه رابطه ارتباط داره. حالا برخورد داشتی با خارجی توی ایران؟ آره. از همه بیشتر چیش جلب توجه میکنه برات؟ راحتیش و فکر کنم صداقت و ساده بودنشون. مثل ما خیلی اینجی تعارفی ما رو نیست. واقعیتش من چیز عجیبی توش نمیبینم، یه انسانه مثل بقیه انسانا، ولی خب اون چیزی که چالش برانگیزش میکنه، خب ما خیلی ایرانی ها نمیتونیم زبان انگلیسی صحبت بکنیم، بعد همین که باهاش برخورد میکنی، مثلا تمام تلاشتو میکنی که باهاش ارتباط برقرار بکنی، بتونی کمکش بکنی اگر سوالی داره، بتونی حمایتش بکنی تو اون تایمی که اینجا هست، خب این چالش برانگیزترین قسمتشه به نظرم. ولی نمیتونم بگم آدم عجیبیه برام، نه. اون چیزی که دیدم تا حالا برام عجیب نبوده. خیلی ممنون، اینم سواله درباره ایران و مرسی که جواب دادی. خداحافظ. خیلی ممنون، مرسی که به سوالم جواب دادی. ممنون، خداحافظ. خداحافظ.
No, mam nadzieję, że ten film wam też się spodobał. Osobiście dla mnie było bardzo ciekawe cała ta rozmowa. Ogólnie mówiąc, Irańczycy są bardzo, bardzo dumni ze swojej gościnności, potrawy i przeszłości. I to są, to są takie trzy tematy, o których nawet nie chcą dyskutować. Nie ma dyskusji. Irańczycy są mają najlepiej gościnności na całym świecie. Oczywiście to jest tak, to co Irańczycy twierdzą. Ja też nie jestem przeciwko. A co do potrawach, ja myślę, że znowu osobiście uważam, że generalnie irańskie potrawy są może bardziej dziwne dla pewien z obcych krajowców. Może niekoniecznie pyszne i smaczne, ale dobra rzecz jest to, że mamy też i takie jedzenia tradycyjne z mięsem, które są bardzo pyszne. Dla tych, którzy są wegetarianinem, też mamy kilka bardzo naprawdę dobre tradycyjne jedzenia, których polecam i oczywiście mam nadzieję, że kiedyś nagrywam taki film też o potrawach, to też może być interesujący temat. I powiem tam więcej na ten temat. A co do przeszłości, słyszeliśmy w tym filmie dużo o Cyrus Wielki, Rumi i jeszcze inne poeci. Ja bym dodał jeszcze takich jak Hafez, myślę, że brakowało takich imion jak Hafez albo Zaratosztra. Ale oczywiście ja rozmawiałem tylko z pięcioma osobami w tym filmie. I jakbym porozmawiał dłużej z więcej ludźmi, myślę, że jeszcze takie odpowiedzi. Myślę, że na pewno o Hafeza byśmy słyszeli. Staram się kiedyś może porozmawiać na ten temat, powiem swoje opinie o tym. Może kiedyś też będę sam porozmawiać na ten temat i powiem tam, jakie rzeczy według mnie są najciekawsze w tym samym Iranie i gdzie i jakie rzeczy polecam koniecznie obcokrajowcom przyjeżdżającym do Iranu. Ale wy też jeszcze zapraszam do podzielenia swoje pytania ze mną, o czym, jakie pytania macie, o czym chcielibyście, żebym zadał od Irańczyków, może w następnym odcinku, w następnym filmie. To ja z wielką przyjemnością ich czytam i zapamiętam, o co pytać dla was następny raz od innych Irańczyków. Mam nadzieję, że ten film, cały ten film wam się spodobał. Zapraszam do oglądania następnego filmu za tydzień. Jeszcze raz serdecznie wam wszystkim dziękuję za tyle dobrych energii, jakie mi dacie i tyle wsparcia. Naprawdę jestem pod wrażeniem i wdzięczny. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie z Iranu. Mowa za wychodzącą Basin. Co? Hafty bad. Chodafez. Chodafez.